شلوم و برخا. پارشای رئه. در این پارشا تورتنو اقدوشا به ما داره یاد میده اساس و پایه تعلیم و تربیت. حال سوال بکنید چجوری؟ نگاه بکنید، تورا پارشا را از این پاسخ شروع میکنه. ببین، من دارم در جلوی تو میگذارم برخا برکت اوغلالا و نفرین. کی به تو برخا را میدم؟ اگر تو به حرف من گوش بکنی و فرامین من انجام بدی. و کی به تو خاص به شلوم نفرین میدم؟ اگر گوش نکنید و انجام ندید فرامین خداوند را و منحرف بشید از این فرامینی که من به شماها دارم یاد میدم. و این نکته بسیار جالبی هست. چطوری؟ تو میای میگی که من اگر تو به حرف من گوش بکنی بهت برخا میدم، اگر گوش نکنی نفرین میدم. پس اینا ببینید چقدر زیباست که توراتنو داره به ما یاد میده که هر شخصی در این دنیا قدرت تصمیم داره. هر شخصی در این دنیا قدرت تصمیم داره. و تورا میاد به ما میگه ببین، اگر تو تصمیم بگیری که به حرف من گوش کنی، من به تو همه چیزا میدم. و اگر تصمیم بگیری که گوش ندی، اون موقع وای و وابیلاست. و اینو ما در تمام تورا داریم میبینیم. همینجور در پاراشاهای بعدی میبینیم که موشه رابنو به قوم اسرائیل میگه ببین، من دارم جلوی شما دو تا راه میذارم، راه زندگی و راه مرگ، راه خوب و راه بد، و انتخاب بکن راه زندگی را. پس چرا این اساس و پایه تعلیم و تربیت هست؟ که ما اگر بفهمیم که بچه های ما هم فرقی نمی کنه چقدر جوان هستن، نوجوان هستن و اصلا تجربه ندارن، اگر ما سعی کنیم که اونها را علیه میل خوب خودشون بچرخونیم، اون بچه آخر کار بر میگرده و میره به اون راهه. و این نکته ای هست که پدر و مادرها بایستی بفهمن. همون جور که خداوند 40 سال به قوم اسرائیل همه چیز را داد و آخرش اومد گفت دیدی همه چیز بهت دادم، ولی تو تصمیم بگیر برای آینده. شبات شلوم، اومه ورخ.